باید به کمک دستور BCD Edit بر روی ویندوز 7 یا ویندوز 7 2008 R2 سیستم عامل مجازی خودتون رو بوت کنید و بالا بیارید. برای انجام دادن این کار اول نیاز هستش که یک فایل بوتیبل VHD بسازید، حالا یا ویندوز 7 یا ویندوز 2008 R2. برای ساختن فایل های بوتیبل VHD شما میتونید در زمان بوت کردن سیستم از طریق DVD ویندوز 7 سیستم رو بوت کنید بالا بیارید و از طریق دستور دیسک پارت یک فایل VHD ایجاد بکنید، در واقع یک ویچوال درایف بسازید. برای ساختن ویچوال درایف شما میتونید از دستور کرییت وی دیسک استفاده بکنید و بعد از ساختن ویچوال درایف خودتون و سلکت کردنش اون رو اتچ بکنید. بعد از اینکه ویچوال درایف رو ساختید و اتچ کردید و یک نام بهش دادید، شما میتونید از دیسک پارت خارج بشید و در محیط نصب ویندوز ویچوال درایو رو که ساختید رو سلکت بکنید. همونطور که مشاهده می‌کنید ویچوال درایو که ساخته شده سلکت شده. معمولاً ویچوال درایو وقتی ساخته میشه و سلکت میشه در زمان نصب با بوت کردن DVD و در زمان نصب ویندوز 7 یک آلارم یا ایروری هم به شما میده و شما اون رو اسکیپ میکنید، انتخاب میکنید، نکست میزنید و شروع به نصب ویندوز 7 یا ویندوز 7 2008 رو خودتون میکنید. در نهایت شما یک فایل VHD بوتیبل خواهید داشت. وقتی فایل VHD بوتیبل خودتون رو ساختید، میتونید اون فایل VHD بوتیبل خودتون رو از طریق دستور BCD Edit به سیستم عامل به سیستم عاملتون معرفی بکنید، در واقع به سیستم BCD Edit یا بوت منیجر ویندوز معرفی بکنید تا بتونید از فایل VHD برای بوت کردن سیستم عامل جدید مجازی خودتون استفاده بکنید. من مراحل نصب ویندوز 7 رو قبلا انجام دادم و یک فایل win7.vhd که یک فایل VHD بوتیبل هست رو از قبل ساختم و آماده کردم. همونطور که مشاهده میکنید این فایل یه حدود 6 گیگ شده، 5.5 گیگ شده. وقتی که فایل VHD رو شما ساختید، اگر از این روش استفاده بکنید و در زمان بوت کردن سیستم با DVD ویندوز 7 این مراحل رو انجام بدید و سیستم رو و روی ویچوال درایو خودتون سیستم عامل رو نصب بکنید، به صورت اوتوماتیک BCD ادیتتون تنظیم میشه و نیازی به انجام مراحل نیستش. در اینجا من فایل VHD رو قبلا ساختم، حتی شما شده میکنید اینجا دارمش، از این فایل VHD استفاده میکنم و یک ویندوز ویچوال جدید ایجاد میکنم. برای این کار دیگه نیاز نیستش که من دوباره یک فایل VHD بوتیبل جدید بسازم، فقط کافیه که همون فایل VHD بوتیبل که قبلا ساختم و ازش یک کپی بگیرم و حالا در درایو دی یا هر درایوی که جا هست یا فضا هست اونو پیست بکنم. این فایل دقیقا کپی این فایل هستش و حالا من توسط دستور BCD Edit میخوام این ویچوال درایو رو به سیستم اتچ بکنم. بعد از اینکه اتچ کردم، توسط دستور BCD Edit اونو به بوت منیجر ویندوز معرفی بکنم تا در قسمت بوت منیوی من دیده بشه. الان در حال کارنتی که من دارم، من دوال بوت هستم، یک فایل VHD دارم و یک ویندوز اصلی هست. این سیستم اصلی من هستش، سیستم مجازی نیست، سیستم واقعی و فیزیکال من هستش و این سیستم مجازی من هستش که در واقع یک فایل VHD هستش که برای نشون دادن تنظیمات اینها کافیه که شما از دستور BCD Edit استفاده بکنید. همونطور که مشاهده میکنید گزینه دیفالت من، اینجا دیفالت من VHD Win7 هستش. اگر دقت کنید گزینه دیفالت من VHD Win7 هستش و دیوایس اون VHD مساوی است با D drive/Win7.vhd هستش. در واقع همین فایلی که در اینجا مشاهده میکنید در درایو دی این فایل معرفی شده. پس در درایو دی یا هر درایوی که برای سیستم هست شما میتونید از این استفاده بکنید. سیستم کارنت من، یعنی سیستمی که الان دارم روش دمو رو به شما نشون میدم، سیستم واقعی من هستش که برای پارتیشن C هستش و به اسم ویندوز 7 دیده میشه که شما در اینجا ویندوز 7 رو مشاهده میکنید.
حالا کاری که من در این دمو میخوام انجام بدم اینه که یک کپی از فایل BHT گرفتم، پیستش کردم و یک نام مناسب بهش دادم و حالا میخوام در همون درایو دی و حالا میخوام در بوت منیجر در واقع در سیستم استارتاپ خودم میخوام اینو اد بکنم و بگم که یک ویندوز جدید دارم به صورت مجازی. برای این کار کافی است که از کامند bcd edit استفاده بکنید و سویچ هایی که داره. قبل از اینکه از کامند bcd edit استفاده بکنید و تنظیمات بوت منیجر خود رو تغییر بدید، ولی کامند خود مایکروسافت هم این هستش که از دستور bcd edit / export استفاده بکنید و کانفیگوریشنی که الان برای bcd editتون هست رو حتما یک بکاپ ازش ببینید. bcd edit / export برای یک آدرسی مثلا این bcd edit my demo اکسپورتش بکنید. در نظر داشته باشید که وقتی دارید از دستور bcd edit استفاده میکنید حتما بایستی cmd تون قدرت ادمین استفادهش بشه و باید آن از ادمین بکنید تا بتونید با bcd edit کار بکنید. خب من الان یک بکاپ از bcd edit الان هم گرفتم. اگر اتفاقی بیفته یا اشتباهی انجام بدم برای bcd edit، فقط کافی که با دستور bcd edit import این فایل رو import بکنم تا به حالت درست برگرده. خب از دستور bcd edit / copy default / d و یک نام مناسب میتونید استفاده بکنید. برای این کار من bcd edit رو میزنم / copy. دیفالتی که اینجا مشاهده میکنید، دیفالتی که در اینجا شما مشاهده میکنید در واقع در bcd edit در واقع منظورمون این هستش. وقتی میخواییم از دستور کپی استفاده بکنیم و گزینه دیفالت رو میگیم، در واقع داریم بهش میگیم که از این گزینه ما میخواییم یک کپی بگیریم و یک GUID یا GUID به ما بده. برای این کار از همون دستور bcd edit / copy default استفاده میکنیم / d. اگر بخوایم از کارنتمون کپی بگیریم، اینجا باید کارنت رو وارد بکنیم / d و یک نام مناسب. این نام در واقع همین دسکریپشن هستش که ما میخوایم در آینده ازش استفاده بکنیم. من اینجا از دسکریپشن به نام hd Venus 7 دو استفاده میکنم، دستور اجرا میکنم. دقت کنید بعد از اجرای این دستور سیستم عامل در واقع bcd edit به شما یک گوید جدید میده، یک global unique ID جدید میده، اینو باید داشته باشید. حالا از دستور بعدی bcd edit استفاده میکنیم که اون GUID که سیستم به ما برگرد اون رو اینجا وارد میکنیم و به این شکل دستور رو وارد میکنیم و فایلی رو که در اینجا ما در نظر میگیریم همون فایل کپی شده هستش. bcd edit / set GUID رو select میکنیم، device مساوی است با VHD درایوی که در اون فایل وجود داره و اینجا ما میتونیم فایل ها رو با زدن گزینه کلید تب پیدا بکنیم. Ctrl-C paste نقطه VHD device مساوی است با VHD D دو نقطه backslash copy of min7.VHD طبق کامندی که خود مایکروسافت قرار داده VHD مساوی است با locate در واقع همه آدرس میتونه باشه، حالا C یا D یا E / نام فایل.
دست دادم یک جا اشتباه دادم. دیوایس فاصله VHD مساوی است با درایوی که زده شد. خب سکسسفولی میده. حالا همون دستور دوباره ما اجرا میکنیم اینجا به جای دیوایس OS دیوایس رو در نظر میگیریم، سکسسفولی میگیریم. دقت کنید اگر کامند اشتباه بزنید سیستم کار نمیکنه و ادو حتما بهتون میده، پس نگران نباشید. اگر سکسسفولی بگیرید کامند شما درست انجام شده. در آخر هم میتونید بگید که دیفالت سیستم شما میخواین چی باشه. در واقع شما میخواین در این بخش که به VHC Win 7.2 رو اضافه کردید دیفالت رو مشخص کنید که کدوم سیستم باشه. میتونید دیفالت رو بزنید، میتونید هم استفاده نکنید. من اینجا میام میگم که دیفالت سیستم من همون GUID جدیدی باشه که بهش اضافه کردم. پس میام میگم VC Edit slash default GUID که باید بکنم و در واقع همون GUID هستش که سیستم در مرحله اول از طریق دستور کپی به من داده. پیست میکنم. حالا اگه بیام در این بخش میبینید که دیفالت من شد استارتاپ سوم. در آخر هم کامند دیتک هال رو باید بزنید. حتما میشه bcd slash set guid detect hall و حتی آن قرار میدید. اوکی سکسسفولی. حالا اگه دستور bcd editor استفاده بکنید مشاهده میکنید که گزینه سوم هم بهش اضافه شده، آدرسش vhd d drive copy of win7.vhd هست. vhd win7.2 دسکریپشنش هست و در حالت OS دیوایسش هم دقیقا همون حالت دیوایسش هستش. خب تا اینجا ما به VCD Edit گفتیم که از فایل VHD که من اینجا ساختم در واقع یک کپی از این فایل بوتیبل VHD گرفتم در زمان بوت نمایش داده بشه و اگر همچین فایلی وجود داشت سیستم از روی اون بوت بکنم. قبل از اینکه من سیستم رو بوت بکنم فقط کافی است که شما بعد روی دیسک منیجمنت برید در قسمت Attach در درایو دی VHD دوم خودتون رو اتچ بکنید. میتونید حالت دیدونلی در نظر بگیرید. وقتی دیدونلی در نظر میگیرید سیستم عامل بالا میاد، فایل VHD رو تغییر میتونه انجام بده، ولی اون فایل حالت دیدونلی داره، در واقع فایل تغییر ایجاد درش نمیشه. خب من ویچار درایو دوم هم بهش اد میکنم. یه سرود 50 گیگ هستش در تنظیماتش، منطقه به صورت فیزیکال 5 یا 6 گیگ بیشتر جا نگرفته تا الان. اوکی. حالا بعضی که مراحل انجام دادن کافی هست که سیستم رو من بوت بکنم و به شما نشون بدم که چجوری این ویچوال درایو در بوت منوی من اد شده و سیستم میتونه از طریق اون بوت بشه و بالا بیاد. خب اینو باید پاس بکنم. سیستم رو بوت میکنم. خب همطور که مشاهده میکنید ویندوز 7 VHD درایو در بالا و VHD درایو دوم هم در پایین. حالا من هر کدوم از این دو VHD درایو اگه من ازش اینتر بکنم سیستم از طریق اونها بوت میشه. من همین VHD وین 7.2 رو انتخاب میکنم و اینتر میزنم.
خب از طریق فایل VHD بوتیبلی که من یک کپی ازش گرفته بودم، سیستم عامل ویندوز 7 رو بوت کرد، بالا آورد و به صورت مجازی شما سیستم رو مشاهده میکنید و کافیه که من یوزرنیم و پسورد بزنم و وارد سیستم بشم. خب در آخر هم شما در آدرسی که در این بالا مشاهده میکنید در بخش تکنت قسمت لایبری میتونید در این آدرس پیج اطلاعات کامل یا در رابطه با اینکه چگونه میتونید از فایل VHD استفاده بکنید و به بوت منیو اضافه بکنید در سیستم عامل مختلف رو از سایت مایکروسافت بگیرید به صورت یک رفرنس کامل به شما توضیح دادی که چگونه میشه از این فیچر ویندوز 7 و سرور 2 شما احتمالاً برای ویندوز 20 این استفاده رو داشته باشید. با تشکر شما.